سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و هواداران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم این ثبت را تا آخر تماشا کنید و اگر ملان نشود در زیر ویدیو لایک گذاشته همین نوار را به دیگران برسانید تا اینکه از این حالت ها بخبر شوند. البته به فایده ما و شما هست. چهار طایفه انسان ها هست که در غضب خدا گرفتار هستند و غضب خدا را آورده زندگی میکنند. آنها کی ها هستند؟ آیا می دانید؟ طایفه یکم، زنهایی که خودشان را مثل مرد نشان می دهند. طایفه دویم، مردهایی که تقلید به زنها می کنند و خودشان را مثل زن نمایان می کنند. طایفه سیوم، کسانی که به حیوانها نزدیکی می کنند، در غضب خدا گرفتار هستند. طایفه چهارم، شخصانی که به مرد نزدیکی می کند، یعنی بچوازی میکنند. استغفر الله العظیم. عین زمان چنین حالت های بچوازی بسیار شده است. با همه ایما و شما معلوم است. عین حال حالت های خیلی شرمندگی را میبینیم که مردها خود را مثل زن و زنها باشد خود را مثل مرد نمایان میکنند. در اطراف ما زیاد هستند. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم گفتند مردهایی که خود را زن کردن و زنهایی که خود را مرد کردن لعنت خدا بر سر این طایفه ها هست گفتند. طایفه دیگری که گفتیم مردانی که به مرد نزدیکی میکنند، یعنی بچه‌بازی میکنند، در غضب خدا گرفتارند. اگر مرد بالای مرد براید از غضب خدا عرشا به لرزه میآید و حتی که آسمان برای زمین افتادنش ذره میمانده است در روایت ها میآید. در همین وقت فرشته های خداوند از هر جای آسمان ایستاده قل هو الله را تا آخر می خوانند و غضب خدا پست می شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پروردگارا از این طایفه ها بودن را ما را و سریات هایمان را در پناه خودت نگه می‌دار و از تو پناه می طلبم.